امروز در این درس جمع کسر ها لیکن با مخرج های دیگر، یعنی مخرج ها در اینجا دیگر خیلی میشن. چه این های جمع کرده میتونه امروز دیده میبرویم. اول نگاه میکنیم به کسر ها، میبینیم یه تقسیم دو جمع یه تقسیم سه. وقتی شما این مخرج های دیگر خیلی میبینیم، ما باید مخرج های یک خیلی کنیم. برای این ما باید رقم باید یابیم که خردترین کرتی عمومی دو و سه باشد. یعنی باز یک بار تکان، خردترین کرتی عمومی، یعنی اگر ضرب ها رو نغز دانیم در اینجا رقم 6 خردترین کرتی عمومی، لیکن 6 هم نه، 12 هم استفاده برده میتونیم، 18 هم استفاده برده میتونیم، 24 هم استفاده میتونیم، لیکن خردترین برای جمع رو آسان کردن خردترین رو یافتن میخواهیم. یعنی برای اون رو یافتن شما میتونیم از خود دانسته رقم رو، یعنی میگه اینکه 6 تام برای 6 یعنی 2، ما این کسر رو سرعت و مخرج رو با 3 باید ضرب کنم، دیومش رو با برای مخرج رو 6 کردم با 2 سرعت و مخرج رو باید ضرب کنم. و بعد این چی میشود؟ کسر تبدیل میوبد 3 تقسیم 6 جمع 2 تقسیم 6. یعنی ما کسر رو به شکل مرکبتر، یعنی اگر ما اینو ساده کنیم با یک تقسیم دو به وجود می بیاد، دو تقسیم شش رو ساده کنیم با یک تقسیم سه. یعنی مقصد ما جمع کردن، برای جمع کردن همون وقت قاعده اول مخرج ها باید داخل شون. مخرج ها که داخل شدن از درسی پیش نمی دانیم، یک مخرج رو می نیسیم شش و بعد سه جمع دو رو می نیسیم، یعنی این جمع به پنج تقسیم شش برابر می شود. سوال دو، خردترین کرتی عمومی اگر یافته باشه، مثلا 4 و 6 خردترین کرتی عمومی، البته که چند 12 می باشد، لیکن اگر شما دشواری کشین برای یافتن، از همه کاری آسان هم کرده میتونید. اگر دو کسر باشد با یک دیگر مخرج رو ضرب کنید، یعنی مخرج دویم 6 رو با یکم دین و مخرج دویم یکم چهارو به دویم ضرب کنید. یعنی مخرج عمومی اگر شما دشواری کشین برای یافتن خردترین کرتی عمومی، از همه کاری آسان مخرج رو باید دیگر ضرب کردن. یعنی این به چی تبدیل می شود؟ کسری نو 6 تقسیم 24 جمع 4 تقسیم 24، یعنی این جمع نیو کنیم با اختصار کنیم یک تقسیم 4 و یک تقسیم 6 به وجود میاد. این اختصار به چی برابر می شود؟ به یعنی اینجا مخرج عمومی یافتیم 24 است و 6 جمع 4 به این چند برابر می شود؟ 10 تقسیم 24. این رو ما اختصار کرده میتونیم به دو اختصار کنیم، اگر سرعت به 5 و مخرج به 12 برابر می شود. لیکن نیو کنیم خردترین کرتی عمومی برای آسان کردن جمع، خردترین کرتی عمومی 12 گفتیم، بینیم جواب یک خیلی میوبه میانه، در اینجا خط کشم 12 رو استفاده برم. برای 12 سوال اگر با یک بار نویسیم یک تقسیم 4 جمع یک تقسیم 6، 12 گفتیم، برای 12 اینو کردم من باید 3 دیم و 12 کردم این 2 باید ضرب کنم، یعنی رقم 3 رو هم به صورت هم به مخرج ضرب میکنم، رقم 2 رو هم به صورت و به مخرج. این به چی برابر می شود؟ مخرج عمومی 12 یک بار نویسم 12 در اینجا 3 جمع 2، یعنی به 5 تقسیم 12 برابر می شود. خردترین کرتی عمومی استفاده بردن البته که آسان است، و اختصار کردن و رقم های آسان تر که می شوند جمع تر کردنشان آسان تر است، لیکن اگر باید بار دیگر میگم، اگر دشواری کشین از همه کاری آسان مخرج رو دیدیم باید دیگر ضرب کنید، با همون جواب ها میبرویم. سوالی آخران رو بینیم، در اینجا 3 رقمی کسر هست، وقتی 3 رقمی کسر باشد شما میتونید یک بار مخرج عمومی رو یافته، یا اینکه اول دوتای اول رو کار میکنید و بعد جوابش رو با سیومش جمع میکنید. یک بار اگر جواب رو به جواب رویم، مخرج عمومی اگر ده باشه 3 4 6 خردترین کرتی عمومی البته که چند می شود؟ 12. 12 اگر باشد برای 12 کردن مخرج من باید سرعت و مخرج رو به 4 باید ضرب کنم، این رو 12 کردن باید به 3 ضرب کنم و
اخرانو برای 12 زر 12 کردم و دو باید زر کنم، یعنی کسری نو با چی تبدیل میبیند؟ 8 تقسیمی 12 4 رو، یعنی هم با دو هم با 3 زر کردم، جمعی 3 تقسیمی 12 و جمعی 10 تقسیمی 12، یعنی این با چند برابر میشود؟ مخرج ها که برابرند با یک مخرج رو می نویسیم، 12 و 8 جمع 3 جمع 10، این برابر می شود به 21 تقسیم 12. نگاه کنین صورت از مخرج بسیارتر است، یعنی کسری نادرست با کسری درست گرداندن، یعنی ما باید فکر کنیم که در درون 21 چند تا 12 هست، یعنی یک دونه و 9 تقسیم 12 می شود. در اینجا هم اختصار کرده میتونیم 9 و 12 رو به 3، یعنی 1 بتون 3 تقسیم 4 می شود. این بود درسی درباره جمع کسر رو با مخرج های هر خله.